ضربه در یه قرباتی واسه چی پاتو کفش ما کردی؟ این قلاف های زیادی چیه که میکنی؟ آقا زده به خدا به پیر به پیغمبر تو وسط بهشت پاک دنیا اون شده آخرتیه و من میگن رضا موتوری میفهمی خانم جان به سلامتی رو فقط لوله لول شدی دومی رفتیم بالا به سلامتی جان پاتیل پاتیل شدیم سومی رو اومدیم بریم بالا آشه شعبه میدون شهریاده؟ نه بابا اینجا مایی شانسی کجاست؟ چرا اینو از من میپرسی؟ خانده یه ما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد کی واسه من قدی اینو خود مردونگی رو کرد و ما واسه چیه خر بار خود کنم؟ تو تنگه عاشق شدم مرغ سحر ناله سر سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز، بینندگان دوست داشتنی و مهربون. امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنی خوب و سالم و سلامت باشین. کوچه خاطره ها چه مهمانی داره امروز؟ ما امروز مهمانی داریم که همه شما ایرانی های عزیز خاطره داریم، با مهندس کلانی عزیز. من سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، خیلی خوش آمدید به کوچه خاطره. شما اگه یک سلام دهی که با بینندگان داشته باشین مصاحبمون رو کلید میزنید. درود میفرستم به هموطنان عزیزم، کسانی که در این اوضاع وانفسای کنونی دلخوششون فقط به لحظاتی هستش که قهرمانهای خودشون و هنرمندهای خودشون و با موفقیتهاشون که شادشون میکنه میبینن و پذیرای ما هستن. آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی نمیکنم که روزی رو ببینیم هرچه زودتر که همه در آسایش و آرامش و آزادی و رفاه باشیم. بله، درود بر شما، درود بر شما. خب، ما برای نسل حالا، نسل ما شما رو دقیقا میشناسن، سالها ما با شما زندگی کردیم، تو خوشیا یاد شما بودیم، همیشه به یاد عزیزانی که افتخار آفرین بودن تو این مملکت با خاطرات خوبشون زندگی کردیم. مثلا انسان به خاطره زنده است. خب، ولی بر نسل حالا ما می‌خوایم برگردیم یه خورده دورتر، بدونیم که آقای حسین کلانی، البته مهندس و چند دکترا دارین شما، اصالتاً کجایی هستن؟ والا من اهل ایرانم. بله. برای اینکه ذره ذره از خاک این کشور متعلق به همه ما هستش. بله. ممکنه در یه جایی متولد شده باشیم ولی اونجا هم باز خاک این مملکته. بله. من در تهران متولد شدم، در چاله سیدری، سال 1323، بهمن ماه 1323، سوم بهمن 1323. البته در شهرستان‌های مختلف به علت شرایط خاصی که ماموریت‌های مرحوم پدرم بودش به اونجا می‌رفتیم و بعد تا کلاس سوم من بیشتر در خارج از تهران بودیم، ماموریت‌های مرحوم پدرم. کلاس اول، دوم، سوم دبستان رو در مدرسه ابن سینای شیراز و مدیریت مرحوم آقای شهری گذروندم. بعد به تهران ما اومدیم در سال 1332، 32، 33 بودش. مدرسه جهان تربیت که مدیریتش، یعنی بنیانگذارش، مرحوم آقای دکتر بنی احمد بودن که یکی از بنیانگذاران فرهنگ روانشناسی و روانکاوی کودک در ایران و جز اون چهار فرهیخته بودن که به حال به گردن تمام جوانهای بعد از ما و من نسل ما حق داشتن و ما همیشه دیندار آقای نسیم، آقای دکتر بنی احمد، آقای دکتر اکرامی، آقای دکتر مجتهدی و آقای دکتر بنایی که هر کدومشون در پوزیشن خودشون در موقعیتی که بودن فقط هدفشون خدمت کردن به جوانای مملکت و این مملکت بود که حالا اگه فرصتی بشه در مورد همشون صحبت خواهیم کرد. بله حتما. بله.
کلاس چهارم پنجم ششم رو در دبستان جان تربیت گذروندم. بعد من اسممو در مدرسه البرز نوشتم، ولی متاسفانه به علت اینکه منزل ما به شمران نظر مکان کرد و فاصله بسیار زیادی داشت با مدرسه و امکانش نبود، یه بچه 12-13 ساله خیلی مشکل بود بردنش از شمران به تهران در اون موقع، نهایتا اسم منو در یکی از دبیرستان‌های شمران نوشتن. تا کلاس نهم من در اونجا بودم. کلاس نهم مسیح هدف رفتم، هدف شماره 4، و دبیرستان در هدف تموم کردم و بعدش هم یه دانشکده و دیگه دانشگاه و به هر حال مسیر زندگی به این شکل ادامه پیدا کردم. ازدواج کردی؟ سال 51 ازدواج کردم، تقریبا 27 سالم بود ازدواج کردم. صاحب دو تا اولاد هستم. دخترم تنها جراح زن دنیا هستش که پیوند کبد و کلیه میکنه در امریکا هستش. پسرم هم مهندس مکانیک هست در امریکا هستن. 3 نوه دارم. خانومم در ایران استاد دانشگاه بود، رشته بایوشیمی رو تدریس میکرد و هرچی من دارم از خانومم دارم، برای اینکه ایشون بودش که واقعا حمایتش در تمام دوران زندگی من و همچنین بزرگ کردن بچه‌ها و تمام مسئولیت‌هایی رو که به هر حال یک مرد باید داشته باشه اون به گردن گرفته بود، برای اینکه ما ورزشکارا و هنرمندا در یه دنیای دیگه ای سیر میکنیم و یه مقداری متفاوته و تحمل ما خیلی مشکل هست، مخصوصا برای خانم‌های ما. بله خیلی. واقعا من مدیون خانم هم هستم و فکر میکنم که همه ما مدیون خانم هایی هستیم که در زندگی ما نقش داشتن، از مادر گرفته، خواهر گرفته، همسر گرفته و سایر کسانی که برای که واقعا بنیاد یک زندگی رو خانم ها میذارن، ماها تحمل میکنن تا بچه به دنیا میاد، سالها زجر میکشن تا تربیتش میکنن و تقدیمه اجتماعش میکنن و همیشه هم قصه‌خور بچه هاشون هستن، چه بچه باشن چه بزرگ باشن چه همیشه. و خب خیلی باعث تأسف من به تنه و میدونم خیلی مرتبا باعث تأسفشون هستش که در این اوضاع احوال کسانی هستن که روی نادانی، روی ناآگاهی خودشون این مسئله رو متاسفانه در نظر نمیگیرن که خانوم ها چه عجز و قلبی دارن و چه حقی به گردن مردم و جامعهشون دارن. واقعا باعث تأسف ما هستش که در یک همچین دورانی و به همچین آدم هایی زندگی میکنیم. درود بر شما. بله، خانواده تحصیل کرده و جا داره که ما گروه کوچه خاطره ها سلامی عرض کنیم خدمت خانواده محترم شما. الان هر جا که هستن این برنامه سر تا سر جهان داره پخش میشه، میبینن که ما در خدمت استاد بزرگ جناب آقای دکتر کلانی عزیز هستیم. خیلی خوشحال هستیم که به کوچه خاطره ها اومدیم. والا من دکتر نیستم. ببینید دکتر کسانی هستن که پزشکن، بله، زندگی میدن و زندگی رو حفظ میکنن. پی اچ دی داشتن، بله. دلیل برای این هست که شما یه ذره تخصص رو بالاتر گرفتید، ولی حالا ما به عنوان دکتر میگیم خب باید قبول کرد، ولی شایسته نیست در مقابل پزشکانمون، کسانی که واقعا دارن خدمت میکنن در سر تا سر دنیا، باعث افتخار ما هستن. تاریخ ما، ابن سینای ما بنیانگذار پزشکی در تمام دنیا بوده، همسال جالینوس اینا، شما خودتون اینا رو بهتر میدونید و الان هم که هستش ما به وجود اینا افتخار میدیم. الان بهترین اطبای ما در خارج دارن کار میکنن، زحمت میکشن، در ایران همینطور بهترین اطباء رو ما داریم. واقعا این کم لطفی هستش که ما با یک تخصصی که در رشته خودمون که ربطی نداره مثلا اسم دکتر رو خودمون بذاریم. این بی انصافی هستش. درود بر شما. جناب آقای کلانی عزیز انقدر زیبا صحبت میکنن که آدم سیر نمیشه. خب بریم آلبوم جناب آقای کلانی رو ورق بزنیم، برگردیم باز در خدمت شما عزیزان هستیم. مرسی، خسته نباشید.
بله، دیدیم آلبوم زیبای شما رو و چقدر لذت بردیم. همه این عکس‌ها خاطر است با هنرمندا، با ورزشکارا و با تیم‌هایی که رفتید برای ما خاطر است و برای مردم عزیز ما خاطر است. چطور شد رفتیم سراغ ورزش؟ از کجا شروع کردیم؟ یا توسط چه کسی رفتیم اصلا؟ من اصلا توی خانواده مذهبی ورزشی بزرگ شدم. بله، در کلش بیان کنم. من مرحوم مادر من دومین خانمی بودش که در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، رشته ادبیات و رشته بعدش قضا سیاسی گرفتش. در این حال پدر بزرگ من بنیانگذار چوگان نوین ایران بود، چوگان بود هندیکپ ده تو دنیا. عموی بزرگ من، عموی مادرم، ایشون از بهترین چوگان و بازایی بودش که در میدان شاه اصفهان اسبش زد زمین و مغزش اونجا متلاشی شد. دایی های من همشون تو تیم شاهین بازی میکردن. مرحوم پدر خود من، ایشون قهرمان شنا، قهرمان والیبال بودن، اما نه به اصطلاح که مثلا در تیم ملی باشن، اینا نه، شناگر بودن، قهرمان. حتی موقعی که ما در شیراز بودیم ایشون افتخاری رئیس فدراسیون شنای شیراز هم بودن. من اولین قهرمانیمون تو شنا تو 6 سالگی در شیراز گرفتم. شنا؟ بله، شنا توی 12 ساله ها به هر شکلی بود و راضی شدش که منم راضی شدن که منم شرکت بکنم و اونجا من اولین مدال قهرمانیمو گرفتم که توی روزنامه پاس ماده آقای شرقی بهتون نوشتن. بله، بله. هست توی آرشیو خود من در امریکا، البته متأسفانه اینجا نیستش. دارم نهایتاً این مسئله ورزش باعث میشد که خوب چون پسر بزرگ خونم بودم، همه نهایتاً توجهشون بود که از شیطنت هم که میکردم زیاد ایراد نمیگرفتم. البته شیطون بودم، اما بی‌تربیت نبودم. بله، شیطنت میکردم، ممکن بود بزنم، میتونیدم بشکنم، خرابکاری بکنم، خلا میکنم، اما هیچ وقت راجع به این مسائل کوچکتری ایرادی گرفته نمیشد. حفظش نباید بزنم، نمیدونم کسی رو نباید اذیت بکنم، اما خب بعدا که بزرگتر شدیم، این حرف رو وارد دبیرستان شدیم، خب اذیت آزاد میرسوندیم به همه طبق لوالی که همین جوان ها داشتن تو مملکت دیگه. بعد از اینکه از شیراز ما به تهران اومدیم، در مدرسه جهان تربیت مرحوم آقای محسن آزاد که از بازیکنهای قدیمی تیم شاهین بودن، ایشون مدیر داخلی دبیرستان جهان تربیت بودن، ایشون تیمی رو به نام پرستوی شاهین درست کردن که مرحوم آقای اکبر کیا مربی اون موقع در دانشسرای خیابان روزولت اون موقع ایشون تحصیل میکردن، ایشون مربی تیم پرستوی شاهین شدن. چون آقای اکبر، مرحوم اکبر کیا شاهینی بودن، بعد البته رفتن و استاد شدن در دانشگاه شیراز، دانشگاه پهلوی شیراز و بعد دانشگاه شیراز، ایشون اونجا مشغول شدن و متاسفانه چند سال پیش فوت کردن ایشون. ایشون اولین مربی من در فوتبال. فوتبال. بعد یک سال نیم، دو سال بعدش به هر حال به من اجازه دادن که در تیم شرق شاهین که با مربیگری مرحوم آقای مهندس پزشکی بود، من تو اون تیم شرکت کنم. که تیم شرق به هر حال بازیکنهایی مثل مرحوم آقای شیرزادگان، مرحوم آقای بهزادی رو تقدیم فوتبالی مملکت کردن. تا کلاس ششم من در شرق تمرین میکردم، خب عنوان یکی از بچه هایی که توی تیم شرق تمرین میکرد. زمین تمرین ما هم نازی آباد بودش، جنوب تهران، طرف های راهانی نبود. خب خونه ما هم البته اون موقع خیابون بهار، کوچه بهشت بود که بالای کوچه نامجوی امجدیه بود. بله، بله. نهایتا فاصله طوری بود که میشد رفت، سوار ماشین شد و رفت و اومد این هوا، یا گاهی وقتا راننده مثلا منی میبرد و میبرد این هوا. زمانی که ما سال ششم من تموم کردم، که همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما منزلی اومدیم در شمیران. منزل ما انتقال پیدا کرد به شمیران و اینجا ما ساکن شدیم و امکان این که من بتوانم به تمرین، من مدرسه رو بعد از 15 روز مجبور شدم عوض بکنم. همونطور که گفتم مدرسه دبیرستان البرز اسم من نوشته بودن، من مدرسه اومد به اون رشید یاسمی شملا. امکان این که دیگه من برم
نازی‌ها تمرین فوتبال بکنم اصلا وجود نداشت، برای اینکه تمرین‌ها از ساعت 4 بعد از ظهر شروع می‌شد و بعدش هم اصلا نمی‌شد، در مدرسه ساعت خودش مدرسه زده 4 رو تعطیل می‌شد. نهایتاً مرحوم آقای دکتر اکرامی دستور دادن که من تو همین تیمای محلی شبون بازی بکنم و یا تو تیم آموزشگاه که ما با بچه های مدرسه خودمون یه تیمی درست کردیم به نام تیم که توی یه کوچه بودش که زمین ما توی این کوچه بود توی شبون به نام تیم ساله معروف شد. ما تو تیم محلی بازی میکنیم. در این حال خب من سال اواخر سال هفتم برای آموزشگاه شمران انتخاب شدم. کوچه کردیم خیلی هم عکساش هم نمیدونم حالا ملاحظه کردین یا نه، اگه شد من نشون بدم که یه بچه کوچولو وسط تیم فوتبال مثلا بازی میکنه. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه مربیان تیم ما در تیم کوچه ساله مرحوم آقای تورج جوادی بودن که ایشون در تیم شاهین و تیم تاج بازی کرده بودن، یعنی شاهینی تاجی بودن ولی مربی ما بودن، یه دوران بازنشستگی اینا مربی ما شده بودن. در این حال شخصیتی به نام آقای شعبون محمدی که از قهرمانان والیبال کشور تیم ملی بود، ایشون هم به عنوان سرپرست ما، البته ایشون در تیم تاج بازی میکردن، در این حال در تیم ملی هم بازی میکردن، اما علاقمند بودن، هم محل بودن، ایشون هم سرپرست تیم صالح ما شدن به نام تیم کوچه صالح. اون موقع در تهران تیمای معروف بودش که توی زمینای خاکی مثلا 400 دستگاه، تیم 400 دستگاه یکی از معروف‌ترین تیمایی بودش که بازیکنای ملی زیادی امثال مثل جناب حبیبی، نمیدونم آقای کاشانی، آقای اسماعیلی و خیلی خیلی اونو به تیم ملی ایران هدیه کرد. در این حال ما اینجا با تیمای دیگه هم تیم اختیاریه بود که بعدا آقای حسن روشن هم از تیم اختیاریه بود به تیم ملی رفت و تیمای مختلفی بودن که ما بودیم و اما تصمیم گرفته شد که تیم ساله وابسته به یکی از باشگاه‌های تهران بشه که بتونه تغذیه بشه از طریق این باشگاه و کمک بشه به. نهایتا مربیای ما و سرپرست ما دعوتی کردن که اون موقع مرحوم تیمساز خسروانی، مرحوم آقای دکتر اکرامی، مرحوم آقای محب، مرحوم آقا شعار، مرحوم آقا مدر، تمام اینا بعد متاسفانه اینا بزرگانی بودن که خدمتگزار این اینا رو دعوت کردن و اینا هم اومدن، همشون اومدن و ما یه بازی نمایشی جلوشون برگزار کردیم. توی این جریان وقتی بازی تموم شد تیم ساز خسروانی آقای شیخان هم بودن که البته الان آقای شیخان جامسن شیخان در امریکا تشریف دارن، ایشون هم بودن، مدیر باشگاه تاج بودن ایشون و جزو آجودانهای مرحوم تیم ساز خسروانی. یه چکی دادن به آقای شیخان، گفتن یه چکی بدن به آقای محمدی. آقای محمدی هم چک رو گرفتن، شعبان محمدی که از کلم صحبت هم تیم ما وابسته به تاج شد به نام مشعل تاج. حالا ما کلیمون هممون شاهینی بودیم اما به هر حال شدیم مشعل تاج. تو همون بازی آقای محمود بیاتی که اومده بودن که جزء بازیکن‌های تیم ملی و مربی تیم ملی و این حرفا که خیلی هم به گردن من ایشون حق دارن و الان هم در قید حیات هستن الحمدلله ولی خب مریض احوال هستن در امریکا، ایشون چند نفر از بازیکن‌های تیم کوچه ساله یا همون مشعل تاج انتخاب کردن برای تیم دهیم تاج که من بودم، آقای حسین خلیلی، آقای دکتر خلیلی که استاد دانشگاه برکلی هستن الان البته الان بازنشسته شدن و آقای شهرام وزیری که از ژورنالیستای تهران ایران هستن الان تشریف داره. ما سه تا رو برای تیم دهیم انتخاب کردن و ما دیگه خوشحال تیم دهیم تیم دوم تاج، ما بچه کوچیک به حال رفتیم و بعد از یه مدتی مسابقات باشگاه شروع شد. حالا من تقریبا الان کلاس هشتم هستم. مسابقات باشگاه شروع شد و اتفاقا بازی دوم ما با تیم شاهین بود. اتفاقا شانسی دقیقه 8 بازی یه توپ اومد و من این توپ رو بردم و زدم تو دروازه. اما 8 گل البته از تیم شاهین ما خوردیم. 8-1 ما باختیم به تیم شاهین بازی رو. بعد از این بازی های دکتر اکرامی پیمان فرستادن که ایشون دیگه لازم نیست تو تیم دهیم بازی کنه. برای که گفتم یه ارتباطی بودش بین خانواده ما و مرحوم آقای دکتر اکرامی، دایی‌های من همشون توی شاهین بودن، حتی یکی از دایی‌هام گوش مرحوم دایی دومم
دکتر غفاری گوشه چپ تیم ملی بازی میکردن ایشون که متاسفانه چند ماه قبل ایشون فوت کردن. روحشون شد و خوربانشون رفتگانشون هم پوده با موزیده بود. به هر حال من قرار شدش که بدم تو تیم شاهین تمرین کنم، اما خب یه بچه تقریبا کلاس نهم بودم، تقریبا تابستون شد و کلاس نهم ما رفتیم تمریناتمون رو در توی بزرگان تیم شاهین که ما دنبالشون میدادیم که یه امضا بزنن که اون موقع مرحوم شیرزادگان، مرحوم بهسادی، مرحوم دهتاری، مرحوم دبیرسیاقی، تمام اینا کسایی بودن که همشون آیدلای ما بودن دیگه. البته تفاوت سنی چندانی با من نداشتن، اصلا 4-5 سال 6 سال از من بزرگترن، اما خب اینا برای ما بت بودن دیگه. تمرینمون تو زمین توی سالن سرپوشیده دانشگاه تهران بالاتر از خیابون دکتر فاطمی بود، دکتر فاطمی هستش. و ما بیه خوشحال تیم شاهین دیگه تمام شمرونمون پر تبلیغ که آقا من تیم شاهین انتخاب شدم، همه هم منتظر بودن که مثلا ما تو تیم شاهین بازی کنیم. این نشونی که من 3 سال رزرو شاهین بودم، 3 سال تا 2 سالش که اصلا حتی روی این صندلی رزروا من نمیشوندن، اما از سال بعد تو صندلی رزروا میشوندیم و میشوندن و گاهی وقتا پیرن رزروا میدادن و به اینکه بالاخره فرصتی شد و من در یه بازی به من اجازه دادن که وارد بازی بشم. یه تیم از نیوزلند اومده بود با ایران که هم با تیم ملی بازی کرده بود و نتیجه خوبی نگرفته بود این تیم، مردم هم زیاد از دستشون خوشحال نبودن از این تیمه. بازی بعدیش با تیم شاهین بود که بعد دقیقه 5 دقیقه مونده بود که بازی تموم بشه به من اجازه دادن، آقای اسقر شرفی اون موقع گوشه چپ بازی میکردن تو تیم شاهین، به من ایشون پای ضرب خورد اومد بیرون، به من اجازه دادن که بدم تو زمین. من هم بیدارم تو زمین، زمین شمال جنوبی امجدیه، ما از شمال به قسمت جنوب زمین میزدیم تو بازی میکردیم. نهایتا من گوشه چپ که آقای شرفی بودن من رفتم گوشه چپ و اونجا خب معلوم به علت شناختی که تو تمرینات پیدا کرده بودم طرفدار شاهین شروع کردن منو تشویق کردن. اون موقع به من میگفتن که باشگاه شاهین یه آدم یه پسر روس رو آوردن، به من میگفتن حسین روس، یه روسه هستش که خب خوب میدوه این حرفا، اینو آوردن تو تیم شاهین که مورد تشویق قرار گرفت. ما شروع کردیم به هر حال به تشویق و پاسخ دادن و تعظیم کردن، توپا می اومد از کنار ما میرفت تو که آقای مرحوم دهتاری گفتن معلی حسابی بازی تو بکن، تشویق تو بزن، جواب تشویقا رو برام بده، الان بازی بکن. خوشبختانه اون بازی تموم شد و بعد از چند جلسه شرایطی پیش اومد، منو مسابقات جام باشگاه شد و بازی با شجاعت بود، منو از اول بازی تو بازی گذاشت. گذاشتن تو بازی و اتفاقا از خوششانسی بنده و کمک رفقا من 3 گل رو روز تونستم بذارم، یعنی یه تریک کردم تو اون بازی و ما 5-6 از تیم شجاعت بودیم و من از اون تاریخ دیگه بازیکن ثابت شاهین شدم. یک کلاس تقریبا 11 اینقدر بودم، 10-11 بودم. بعدش هم که دیگه این وضع ادامه پیدا کرد و دیگه وارد دانشگاه شدیم و یه بازیکن ثابت شاهین بودم و در این هیس و بیس آقای شماره 7 شاهین رو به من دادن که هنوز من اون پیرن شماره 7 رو توی ویتنام دارم. بعد آقای شیرزادگان برای ادامه تحصیلاتشون، مرحوم شیرزادگان رفتن به امریکا، پیرن شماره 8 مرحوم شیرزادگان دادن به من که این دیگه همینجوری باقی موند تا زمانی که من دیگه و بعد از شاهین و بعد پرسپولیس و پیکان و پرسپولیس و باز شهباز که چون نذاشته بودم به اسم شاهین دوباره فعالیت کنه به اسم شهباز فعالیت کرد، این پیلم بوده شد که بعدش هم دیگه خداحافظی کردیم. این خداحافظی که ندیه من گذاشتم کنار. خب بریم یکی از کارهای خوب شما رو ببینیم و برگردیم، باز در خدمت شما هست. بلند و کشیده روی دروازه، اولین پیروزی نصیب ایران. این توپ رو همایون بهزادی به ثمر رسوند با ضربه سر. بازی در تیبونها ادامه داره، بازی 90 دقیقه است. کلامی در موقعیت دروازه،
خودشو کش داد تو هوا و گل دومی این فرزامی هست. گل سومو به ثمر میرسونه فرزامی. ایران در این مسابقه 4 بر 6 موفق شد که چین ملی رو پشت سر آورد. از بحث ورزش بیرون نریم. چند بار آقای گل شدیم؟ ببین این پست ها رو مردم انتخاب میکنن یا مربی ها انتخاب میکنن؟ چه جوری میشه مثلا آقای مهندس کرانی آقای گل شد چند بار؟ خب ببین اصولا تو لیگا که ما شرکت میکنیم تو تورنمنت ها به حال اومدن یه برنامه ریزی کردن که هر کسی بیشتر در طول لیگ میشه آقای گل. یه زمانی اومدن یه کار خیلی بهتری کردن، اومدن گفتن که مثلا بهترین دفاع ما انتخاب بکنیم، بهترین دروازه‌بان انتخاب بکنیم، بهترین هافبک رو انتخاب بکنیم، گوش راست، گوش چپ، بغل راست، بغل چپ، نمیدونم بک راست، بک چپ. یه مدتی هم ادامه پیدا کرد. آخر لیگ جشنی میگرفتن و دون جشن جوایزی میدادن و تشویق میکردن. این باعث به حال تشویق جوان‌ترا میشد که بعد متاسفانه قطع شد. قطع شد و ولی آقای گلی هست به هر حال، ولی بازم مثل ثابت نیست. ثابت خب اولین دوره که فکر میکنم من اولین کسی بودم که در یکی از تو البته قبل از من خوب اساتیدی بودن که اینها متاسفانه هیچ یاری ازشون نمیشه. مثلا شما حساب کنید در تیم شاهین چه کسانی بودن، در تیم تاج چه کسانی بودن، در تیم دارایی چه کسانی بودن، امثال جدی کارها، امثال دکتر برومندها، امثال نمیدونم حاج ابوالحسنها، تمام اینا کسانی بودن که واقعا هر کدومشون یک اسطوره بودن، یه اسطوره بودن واقعا. اسطوره میشه اسمشون رو گذاشت، ولی که متاسفانه لغت اسطوره رو حالا به همه ماها اسطوره میگن. ماها اسطوره نیستیم. اسطوره معنی خیلی بالایی داره. بله. یعنی ما تنها کسی که میتونیم نام ببریم که در تاریخ ورزش ما اسطوره شد مرحوم تختی بودش. بله. که ببینیم مسئله پهلوانی یه وابستگی هایی به پهلوانی هست. بله. یه پهلوان ممکنه خیلی قوی باشه همه رو شکست بده، اما کارهایی که خارج از مسئله پهلوانیش انجام میده اونا هستش که اونو تبدیل به اسطوره میکنه. اونا هستش. اسطوره بله. اسطوره کسی هستش که واقعا نمونه است. شبیهش در ورزش، شبیهش در موزیک، شبیهش در شعر نیست. اما اسطوره خیلی معنی والایی داره. ولی خب همه ماها اسطوره هستیم. بهمون میگن اسطوره. روش هم نمیشه کرد. خود بودم زیرسویلی رد میکنیم و خوشمون هم میاد که بگن. در مورد مسئله آقای گلی، اولین تشکیلاتی که رسماً انجام شد در زمانی بودش که یک سال یا یک سال و نیم بعد از اینکه روزنامه وزین دنیای ورزش تأسیس شد، آقای بیشن رفیعی که الان در امریکا تشریف دادن، ولی خب مریض احوال هستن این احوال، که واقعا یکی از ژورنالیست های درجه یکی بودن، ایشون مرحوم آقای پرویز زاهدی، آقای خیلی آقای گیلاشا، آقای ابراهی، آقای دوری، آقای عبداللهی، اینا کسایی بودن که آقای فکری جدا از مسائل مربیگریشون به خاطر قلمی که ایشون داشتن و بیریا بدون اینکه نظر خاصی داشته باشن، اینا کسانی بودن که خدمتگزار بودن در زمانه و متاسفانه هیچ وقت نامی ازشون برده نمیشه متاسفانه. یعنی حتی دوستان ژورنالیست ما الان نمیان یادواره هایی بذارن برای کسانی که به هر حال پیشکسوتانشون بودن، بنیانگذارانشون بودن. توجه میفرمایید؟ دنیای ورزش اومد
بعد از مسابقات لیگ آقای گل معرفی کرد. البته در هفته تیم های یعنی یه تیم تشکیل میداد میگفتش که این بازیکن از تیم تاج، این بازیکن از تیم پرسپولیس، این بازیکن از تیم دارایی، این بازیکن اینا رو انتخاب میکرد، کلچین میکردن یا میذاشتن مثلا دفاع راست خوب، دفاع چپ خوب، فوروارد خوب، این حرفا. بعد گلزن هم میگفتم فلانی هم مثلا امروز سه تا گل زده، دو تا گل زده، یه گل زده. مجموع اینا در آخر 10 تا 12 تا 8 تا 9 تا در طول لیگ کسی که بیشتر از همه زده بود به عنوان آقای گل انتخاب میشد. حالا از خوش شانسی بنده بود مثلا اولین آقای گل مثلا اولی از 4 بار حداقل والا نمیدونم حقیقتش 4 بار آقای گل زیاد هستش، ولی که هم اگه بخوایم از زمان شاهین حساب بکنیم خب بوده، چون من فکر میکنم تو شاهین هم یه زمانی بله آقای گل راجب سوالی که میفهمید من که خیلی کوچکتر از اینم که بخوام در مورد آقای کلانی و امثال آقای کلانی بخوام صحبت بکنم، ولی از اونجایی که خب به هر حال ما ریشمون فوتبالیه و من تو تیمی در واقع حالا من شاید تیم بوتان بودم، پاس بودم، ولی در واقع اصلیتم همایی به حساب میاد از شاگردان مرحوم پرویز دهتاری که ریشه در تیم شاهین در واقع داره. آقای کلانی، امثال آقای کلانی رو من میخوام از تیم شاهین اسم ببرم خیلی مشکله، ولی راجع به حسین آقای کلانی بزرگتر خودم، پیشکسوت ما در فوتبال و حالا در رشته تحصیلی من همینجور من بحث فوتبالی رو میخوام بگم، جز محدود آدمایی که تاثیرگذاریشون توی فوتبال مملکت بسیار زیاد بوده و جز شاید خیلی محدود ورزشکارهای ما که در این اندازه تونستن تا سطح دکترا که پی اچ دی داره ایشون از دو تا دانشگاه که بتونن تحصیلات عالیه‌شون رو داشته باشن. بلازه فوتبالی نیازی نیست من بخوام بگم، همه مردم ایران، همه شما میدونین سوابق فوتبالی حسین آقا رو. و حالا من فکر کنم امروز که یه روز در واقع تاریخی شما محبت کردین، ما خدمت شما هستیم و یادی از ما هم میکنین، روز در واقع سالگرد درگذشت مرحوم پهلوان تختی. من فکر میکنم که همونقدر که آقا تختی تاثیرگذار بوده توی ورزش این مملکت، شاید به سهم خودش آقای حسین کرانی تونسته باشه یک دینی رو نسبت به ورزش این مملکت، فوتبال این مملکت، چه لازه فوتبالی، چه لازه فرهنگی و علمی به اصطلاح ادا کرده باشه. من بعضی موقع میبینم در محفل هنرمندان شما حضور دارین و بعضی از فوتبالیست ها و ورزشکار ها هم هستن، از شوخی ناراحت نمیشین؟ مثلا شما سید کریمه که میشناسین جوک میگه مثلا من دیدم گزارش فوتبال میکرد میگفت کلانی به فلانی، شما ناراحت نمیشدین؟ نه ببینید هنرمند ها کسایی هستن که هر شکل کارشون اثرگذاره و به آدم انرژی میده. بله یعنی شما وقتی که یه مثل دارم میگم، یه فیلم سینمایی رو میبینید بلد. که این فیلم درام هستش، افسرده میشین، اشک میریزین، اما آسوده میشین، راحت میشین، یه مقدار غم‌های خودتون و شکست‌های خودتون و ناراحتی‌های خودتون رو عجین میکنید با اون دیالوگ فیلم، با اون سناریویی که نوشته شده دراماتیکه. حالا خوشحالی مضاعف میشه، شما خوشحالیایی دارید، ولی وقتی که یه فیلم شاد میبینید، یه فیلم زن... من یه مصاحبه داشتم با آیه چیز عادل فردوسی پور، همین صحبت شد اینا، بعد گفتن که خب تو الان بازم کتاب میخونی اینا، گفتم نه، چون من متاسفانه گفتم آثار اسپینوزا، مترلینگ اینا چون زیاد میخونم از این کتاب ها، من به طور متوسط شبی دو ساعتی من کتاب میخونم یه زمانی. بعد اینا ایجاد شکاکیت کرد در من، یعنی شک من نسبت به اون اعتقاداتی که داشتم باعث شدش که من شکاک بشم، شک میبرم، و بعد دیدم این داده من خراب آزارم بده میده، نهایتا کتاب رو بشتم کنار و گفت خب حالا شما چیکار میکنی؟ گفتم فیلم هندی تماشا میکنم. گفت شما فیلم هندی تماشا میکنی؟ گفتم آله،
من فیلم فرانسوی نمیتونم تماشا کنم چون فیلم هنریه. آخرش هم معلوم نیستش که این چطوری میشه، درست میشه غلط میشه. نهایتاً یه قرار من میشینم فکر بکنم که دو ساعت دیگه بعد از فیلم تماشا کردم میشم فکر کنم که چی شد، چطور خواهد شد. نهایتاً من میخوام یه چیزی تماشا کنم که یه آرامش به من بده. فیلم هندی همه چیزش آخر به خوبی ختم میشه، رقص آواز به هم دیگه میرسن، لذت میبرن و خوشبخت میشن. خب چرا تماشا نکنم؟ خیلی هم خوبه، عکساش هم خوبه، خیلی هم هنرمندای قوی دادن، خیلی هم اینها مخصوصا فولکلور خودشون رو حتی الان مدرن کردن، یعنی اینها پیشرفت کردن. پس چی تماشا نکنیم؟ ما میگیم نه فیلم هندی بکنیم. من خوشبختانه یه رفیق عزیزی دادم که یکی از به قول معروف اسطوره‌های فوتبال این مملکت هست، آقای مناجاتی. ایشون برای ما آواز هندی میخوندن و ما همیشه فکر میکردیم که ازشون خواهش میکردیم که فیلم هندی میدیدیم برای ما ترجمه کنن. ایشون شروع میکرد ترجمه کردن و از همون متوجه شدیم ایشون اصلا هندی بلد نیست، اما قشنگ از خودش در میاره و این فیلمو به هم دیگه رد میده و همیشه باعث شادی و لذت بود. و انشاءالله که سلامت باشن. خب جناب آقای کلانی، مهاجم تیم پرسپولیس وقتی وارد زمین میشه که 100,000 نفر نشستن، 100,000 نفر تشویق میکنن و اسم شما رو میگن، اون موقع چه احساسی داری؟ ما البته هیچ وقت 100,000 نفر من رو تشویق نکردم، ولی کلن من همیشه مولد 100,000 نفری آریابه نمچه پر میشه. نه ولی خود من همیشه مولد محبت تمام طرفداران فوتبال بودم. همشون نسبت به من لطف داشتن، ولی اینکه همشون برای من قابل احترام هستن. هیچ فرقی نمی‌کنه که طرفدار کدوم باشگاه باشن و کدوم باشگاه رو تشویق بکنم. ولی همیشه من میگم این شانس رو داشتم که اون زمانم که وارد استادیوم امجدیه من می‌شدم، من فکر می‌کنم البته تنها بازیکنی بودم که دور افتخار می‌زدم. یعنی من قبل از اینکه بازی شروع بشه تمام امجدیه رو یه دور می‌زدم و به محبت مردم پاسخ می‌دادم، تشکر می‌کردم ازشون. نمی‌شه بیان کرد احساسش چی هست. شما اون موقع خودتون نیستید، شما یک هنرمندی رو در نظر بگیرید که داره جایزه اسکار می‌گیره و مورد تشویق بهترین‌ها هستش. چه حالتی داره؟ ما الان از دوستانم اینجا تشریف دارن که هنرمند هستن و خودشون میدونن که وقتی یه کار هنری رو انجام میدن و بعد میبینن که مردم چقدر استقبال میکنن چه احساسی بهشون دست میده. اون احساس رو شما نمیتونید بیان بکنید، نه با عشق میتونید بیان بکنید. البته من یه آدم احساساتی هستم، سر کوچکترین چیزی عشقم سر زیر میشه، نمیتونم خودم رو کنترل بکنم و مسئله اون هم همین هست. ولی خوشبختانه توی استادیوم چون فاصله مون با تماشاچی زیاد هست، عشق آدم رو نمیبینن. به همین دلیل فقط خنده رو میبینن و اون شادی و خوشحالی رو. یک احساس بالایی هستش، یک احساسی هستش که آدم رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه که بیشتر به خاطر این کسانی که این همه با آدم محبت میکنن یه دفعه بیشتر فعالیت بکنه، از اون چیزی که ندارد هم مایه بذاره. بله. و به همین دلیل هستش که ما ورزشکارامون، قهرمانانمون همه‌شون واقعا وقتی وارد زمین میشن از خودشون مایه میذارن. بله. البته آدم هر کاری رو بکنه بشر جایز الخطا هست، اشتباه هم ممکنه بکنه. بعد 10 تا توپ ممکنه اشتباه بزنه. این ساعت امجدی شمالیه رو خوشبختانه من خرابش کردم، برای اینکه این باعث عقده من شده بود. آخی. همیشه به من میگفتن 5 دقیقه دیگه میکنی به تو زمین، من چشمم به این ساعت بود که چه میرسه به اون 5 دقیقه، میومد به اون 5 دقیقه میگذشت، این رد میشد، بعد بازی تموم شد، منم تو بازی نمیذاشتم. حالا من به تمام اهل محل و دوست و آشنا گفته بودم بیاین امروز میخوام من زمین بزنم. بله. این دوران 2 سال خورده نزدیک 3 سال رزرو شده بودم. خب چجوری شد که وارد تیم ملی شدی؟ والا خوشبختانه خوششانسی من بود جناب مرحوم آقای فکری، مرحوم آقای دکتر بلومند. البته اولین باری که من تیم ملی انتخاب شدم در زمان خیلی من بازیکن چیزی بودم،
جز 53 نفری که تیم ملی انتخاب کردن منم انتخاب شدم توسط آقای سوچ، این مربی خارجی بودش که قبل از آقای فکری و آقای فکری هم کاری میکردن. بعد هم خوب نفر اول دوم بودم که خطم زدم کنار هم داشتم. دفعه دوم که تیم ملی انتخاب شدم توسط آقای فکری و آقای دکتر بودومند برادر هیئت آقای کسانی که برای تو روزنامه کان ورزشی خیلی تأثیر داشت. اون موقع فقط یه روزنامه کان ورزشی بود برای راجع به بازیکن‌ها چیزایی می‌نوشتن. من برای تیم ملی انتخاب که جام عمران منطقه‌ای بود، برای جام عمران منطقه‌ای. خب ما رفتیم پاکستان و در پاکستان هم خب بزرگانی بودن، همسر مرحوم آقای لنجبر، آقای مهاجرانی، آقای حبیبی، آقای عرب، تمام اینا بزرگان، مرحوم مهراب اینا. و شما حساب کنید در مقابل اینا مثلا ما خجالت می‌کشیدیم مثلا سر میز بشینیم، پشتشون وای میستادیم تو به ما اجازه بدن بشینیم، برای یه افتخاری بودش دیگه. اونجا اولین بازی هم من تو تیم ملی انجام دادم، بعد به تهران اومدیم و یه بازی های تیم تهران هم انجام شد، باز من رو انتخاب کردن. تا اینکه سال 1347 موقعی که مسابقات جام ملت های آسیا در ایران انجام شد من هم انتخاب شدم. انتخاب شدم، البته آقای محمود جان فرنگ اسداللهی خیلی نقش داشتن، برای اینکه مقاله نوشته بودن و در مورد من هم توضیحاتی داده بودن و صحبت کرده بودن. آقای فکری همینطور، همونطور آقای بیاتی به هر حال نظر مساعدی نسبت به من داشتن. جان فرنگ بیاتی، محمود خان، چون موقع مربی تیم ملی آقای محمود خان بیاتی بودن، البته دستیارانشون سایه بودن. خب انتخاب کردن، انتخاب کردن و اولین بازی خب یه ذره نمیدونم ما شیطنت کرده بودیم، ما رو در بازی نذاشتن. بازی با هنگ کنگ من با آقای فرزامیر تو بازی نذاشتن، در صورتی خوب ما عملا بازیکن فیکس بودیم دیگه همونجا بود، چون پیرنمون مشخص بود. من افتخاری داشتم پیرن شماره 8 تیم ملی رو دقیقا اونجا قطعیت پیدا کرد برای من. بعد از اون حضورتون بازی دوم بودش دیگه انتخاب کردن و دیگه ما اومدیم بازی کردیم و دیگه از اون موقع من بازیکن ثابت تیم ملی شدم. یعنی هر مسابقات ملی که بود دعوت می‌کردن و بازی می‌کردم. اگر اجازه بدید، چون من جا داره اینجا تشکر و قدردانی کنم از خانواده محترم جناب آقای حبیب جهانی، زحمت میکشه هر هفته دو سه تا برنامه ما اینجا ضبط میکنیم، ریخت پاچ و همسر مهربونشون، بچه‌های گلشون که امروز خونه نبودن، فقط ببینی عاشقشون میشی. که امروز تشکر و قدردانی کنیم از زحمات جناب آقای حبیب جهانی و خانواده محترمش. بریم یه برنامه ببینیم، شما هم یه خستگی در کنین، هموطنان عزیزم یه چای بریزن و خستگی در کنن، برگردیم در خدمت شما هست. آشیانی میفرسته؟ مهیان به گل، کلانی، گل، گل اول برای پرسپولیس، 1-0. دوستان عزیزم توی کوچه خاطره های این افتخار رو به من دادن که من این لوح تقدیر رو تقدیم شما بکنم. شمایی که همیشه بر من عزیز بودی، شمایی که باعث افتخار جامعه فوتبال و ورزش این مملکت هستی، ولی خب متاسفانه قدر شما و امثال شما رو نمیدونن و ما نمیدونیم و این کوتاهی از ما هستش. اما انشالله که برنامه هایی باشه که مثل آقای موسوی و دوستانشون جناب جهانی که همچین برنامه هایی میزنن که لااقل شما برای مردم یه ذره شناخته تر بشین. واقعا افرادی مثل شما چقدر خدمت میکنن بدون اینکه توقعی داشته باشن و بخوان ازشون حتی تجدیدی باشه. برحال اینو این افتخار به من دادن که من اینو تقدیم شما بکنم. این من بسیار تشکر میکنم از جناب علی، باعث افتخار منه که شاگردی آدمی مثل آقای حسین کلانی رو داشته باشم توی فوتبال. ما درس اخلاق و فوتبال رو از حسین آقای اینا یاد گرفتیم. شما برای من افتخاریه که در خدمت شما باشم. بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون. تشکر میکنیم از جناب موسوی، از آقای جهانی، از عوامل دست اندرکار این برنامه. بسیار متشکرم.
خب در جوار جناب آقای مهندس کلانی هستیم. آقا خسته که نشدی؟ نه قربون، من البته جا داده که از شما یه تشکر ویژه‌ای بکنم که باعث شدید که البته من تلفنی ابتدا با جناب جهانی آشنایی پیدا کردم، اما این افتخار نصیبم شدش که حضورا رسیدم خدمتشون و چهره زیبا دوست داشتنی و بانشات و مهمان نواز و همه جور هر چی بگم کم گفتم آشنا شدم باشه، این یه افتخار برای من شد که همیشه سلامت و پاینده باشید. خیلی خوشحالم، خیلی ما شما تشکر می‌کنم زنده باشید که این موجبات برای من کردید. برای خیلی خیلی متشکرم، ممنونیم از شما. ما ممنون از شما که به کوچه خاطره ها اومدید و خاطره مردم ایران رو زنده کردید. واقعا منم تشکر میکنم از مهمان بزرگوارمون که امروز به کوچه خاطره ها اومدن، جناب آقای مهندس کلانی و آقای حبیب جهانی عزیز. تشکر میکنم از بهرام عزیز، مدیر دو شبکه، شبکه خانه هنرمندان و شبکه خانه فیلم. من شما هموطنان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. بدرود. خیلی ممنون که اومدین.